حقیقتی جدید در مورد هسته زمین کشف شد. هسته کره زمین همیشه برای دانشمندان جالب بوده، چون از یه طرف حیات ما انسان‌ها به وجود هسته زمین گره خورده و از طرف دیگه هسته زمین تنها جاییه که راز خلقت زمین رو در خودش داره. اما چون هسته زمین حدود 6400 کیلومتر از سطح زمین فاصله داره، بشر هیچ وقت نمیتونه به اون دسترسی پیدا کنه. همین باعث شده که اکثر نظریه ها در مورد هسته زمین تا حدودی حدسی باشن. تا حالا دانشمندا معتقد بودن که هسته داخل زمین یه توپ فلزی داغه که داخل یه توپ مایع فلزی قرار گرفته و میچرخه. اما حالا دانشمندا به کمک مدل‌های کامپیوتری و یادگیری ماشین به این نتیجه رسیدن که تا حالا در مورد هسته زمین اشتباه میکردن و همه چیز اون چیزی که اونا فکر میکردن نیست. سلام همراهان تکسون تیوی، بیاین ببینیم ماجرا از چه قراره و دنیای علم دوباره کدوم یک از نظریه‌های خودش رو زیر سوال برده. ولی قبل از شروع ویدیو ازتون میخواییم لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. همه ما انسان‌ها حیات خودمون رو بر روی کره زمین مدیون هسته زمین هستیم، چون حرکت اتم‌ها در هسته بیرونی و مایه زمین باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی به دور زمین میشه که ما را از شر طوفان‌های مرگبار خورشیدی در امان نگه می‌داره. دانشمندان تاکنون برای مطالعه ساختار درونی زمین از امواج زلزله استفاده می‌کردند. امواج زلزله چون از لایه‌های بسیار عمیق زمین عبور می‌کنند، حاوی اطلاعات زیادی از لایه‌های درونی زمین هستند. تاکنون دانشمندان بر اساس نتایج این مطالعات به این نتیجه رسیده بودند که هسته داخلی زمین جامده. اما حالا کشف کردند که به احتمال زیاد بخشی از هسته درونی زمین مایعه. اگه هسته داخلی زمین کاملا جامد بود، اتم‌های اون تکون نمی‌خوردن و در جای خودشون ثابت بودن. اما حالا محققان دانشگاه سیچوان چین با کمک یک مدل کامپیوتری مینیاتوری به این نتیجه رسیدن که این اتم‌ها سر جای خودشون ثابت نیستن و مثل مهمون‌هایی که صندلی‌های خودشون رو سر میز شام با هم عوض می‌کنن، مدام در حرکتن. این گروه تحقیقاتی داده‌های خودشون رو با داده‌های شبیه‌سازی شده واقعی و اطلاعاتی که لرزش‌شناسان به دست آوردن مسابقت دادن. به همین دلیل نتایج تحقیقات اونها بسیار معتبره. هسته زمین بسیار داغه و هنوز هم گرمایی رو که در 4.5 میلیارد سال قبل در هنگام شکل‌گیری کره زمین داشته در خودش ذخیره کرده. به همین دلیل کلید اصلی کشف نحوه شکل‌گیری کره زمین در هسته اون نهفته است. اما مشکل اصلی اینه که هر بار یک مطالعه و پژوهش نتایج سایر تحقیقات قبلی رو زیر سوال میبره و همین باعث میشه که حل این معما هر روز سخت‌تر و سخت‌تر بشه. به پایان این ویدیو رسیدیم. حالا شما به ما بگین آب روی زمین از کجا اومده؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که با ما همراه بودید.